سرخط مهمترین خبرها. تلاش‌های نهادهای امدادرسان برای رسیدگی به سیل‌زدگان ولایت بغلان در کنار ارسال کمک‌های بشری، تیم‌های صحی نیز در مناطق سیلاب‌زده مستقر شدند. اول سلیرویش ساتونه په منطقه کې صحی تیمونه ټول مکمل موجود دي، تر اوسه پورې فعال دي، هلته کار کوي او خلکو ته مکمل رسیدگی کوي. خودکفایی افغانستان در بخش تولید آهنالات قرار است در روزهای پیش رو 150 هزار تن سیخ گل به ترکمنستان صادر شود. قرار است که 150 هزار تن سیخ گل در روزهای نزدیک ما به ترکمنستان صادر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز توجه نمایید به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. بنیاد خیریه حضرت آیت الله لزما فیاض دامز الله العالی برای 200 خانواده سیلاب زده در ولسوالی برکه ولایت بغلان کمک توزیع کرد. آسیب دیدگان با استقبال از دریافت این کمک ها خواهان کمک و همکاری سایر نهادهای ملی و بین المللی با سیلاب زدگان شدند. از سوی هم سرپرست وزارت صحت هم میگوید ارائه خدمات صحی برای آسیب دیدگان سیلاب در بغلان از سوی تیم های سیار ادامه دارد. بسته های کمکی بنیاد خیریه حضرت آیت الله العظما فیاض دامز الله برای آسیب دیدگان سیلاب در بغلان. این کمک برای دست کم 200 خانواده در روستای فلل ولسوالی برکه بغلان توزیع شد. منطقه ای که در نتیجه سیلاب های اخیر بیشترین آسیب را دیده است. به تعداد 200 فامیل کمک های در نظر گرفته شده که ور کاردش 4 قلم مال است. یکی وارد است، چیز روغن است و کمپل است و لباس. ما به خاطر غمشرکی برای از مردم از طرف دفتر بنیاد خیریه توزیع شدیم که خدمت مسلمین اینجا رسیدیم. خسارت سیلاب در بغلان زیاد است و وضعیت در مناطق آسیب دیدن نگران کننده. عالمان دین خواهان کمک و همکاری بیشتر خیرین و حکومت برای سیلاب زدگان شدند. تداوم کمک ها ادامه داشته باشه، هم جامعه جهانی و هم مردم و هم مؤسسات خیریه، به عنوان از این که ما اعضای یک خانواده هستیم، چون خانواده ای در اینجا دردمند هست، شهدا دارن و بالاخره سیلاب همه چیز دار و ندار اینا رو بردن. توقع ما هم از ادارات دولتی و هم از مؤسسات خارجی و هم از بنیادهای خیریه است که این کمک ها به شدت ادامه داشته باشه. برای هر مسلمان، مخصوصا برای کسانی که مسئولیت دارن و کسانی که مثلا از لحاظ اقتصادی توانمندی دارن، برای از اونها لازم است و واجب است که همچنین کمکایی را داشته باشن و این کمکا دوام داشته باشد، بهتر است و خوبتر است. سیلاب زدگان با استقبال از این کمک ها میگویند در سیلاب عصر روز جمعه گذشته خسارت هنگفتی به آنان وارد شده و نیاز است کمک های بیشتری از سوی نهادها صورت بگیرد. دما خیمه به کار است. دما حکومت اگر مهربانی کند جا به کار است. دما عدیس ما دیگه هیچ چه دما غیر کنم یک فتا نمو نگه شده شما همگذب دیگه شما بریم. شخصا از خدیمه چل جیرب زیبین گنده بود زغیر برده. گاو خرمه برده، خانمه برده، زندگی ما برده، ایچ نمانده. ایتری هزاره در هزاره در را مینی در چشم سر خوب سعی کنیم این منطقه را سعی کنیم. ایچ زندگی نمانده در مردم. در همین حال سرپرست وزارت صحت عامه در سفری به ولایت بغلان تأکید کرد که ارائه خدمات صحی به سیلاب زدگان از سوی تیم‌های صحی ادامه دارد. اول سلیرویش ساتونه په منطقه کې صحی تیمونه ټول مکمل موجود دي، تر اوسه پورې فعال دي، هلته کار کوي او خلکو ته مکمل رسیدگی کوي. گفتنی است که در سیلاب‌های اخیر بغلان بیش از 300 نفر جان باخته و بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. اتحادیه ذوب آهن میگوید افغانستان در بخش آهنالات به خودکفایی رسیده و در آینده نزدیک 150 هزار تن سیخ گل به ترکمنستان صادر می شود. این اتحادیه همچنین گفته به زودی تولید آهن خط ریل نیز آغاز می شود. در حال حاضر 42 کارخانه فولاد در کشور فعالیت دارد که بالغ بر 500 میلیون دلار در آن سرمایه گذاری کرده اند. داود ناظری به این گزارش پرداخته. چهارمین روز نمایشگاه ملی و بین المللی تولیدات داخلی
نمایشگاهی که در سه روز گذشته شاهد عقد چندین قرارداد میان صنعتکاران و شرکت‌های ساختمانی داخلی و بین المللی بوده است برای فروش آهن آلات کشور. اینجا هم غرفه‌داران با استقبال از برپایی نمایشگاه میگویند برای حمایت از تولیدات داخلی چنین نمایشگاه‌ها باید بیشتر برگزار شود. بازدید هم میکنن، قرارداد هم مردم تقاضای قرارداد دارن، چون تولید داخلی است، همه میخوان که وطن ما خودش به پای خود استاد شود. چهار روز از نمایشگاه گذشته، بله. مردم زیاد میان دیدن میکنن، آدرس میخوان، نمبر میخوان، میخوان ببینن فابریکه را از تولیدات خودم استفاده کنن. احساس خوشی میکنم به خاطر حمایت از صنایع محلی ما شماست که خواستن اینجا آهن از بله دیگه می رقم دیگه رقم مو صنایعاتی که دیگه به نمایش گذاشته میشه. به نظر می باید حمایت بکنیم و این هم مورد تشویق قرار بده. مسئولان اتحادیه فابریکه های ذوب آهن نیز از افزایش تولیدات آهن در کارخانه ها خبر می دهند. به گفته عبدالنصیر رشتیا اکنون روزانه تا 1000 تن تولید می شود. وی تأکید میکنند علاوه بر رفع نیازمندی های داخلی به زودی تولید آهن در بخش خط ریل نیز آغاز می شود. خوشبختانه با گذشت هر روز ظرفیت تولیدی ما بلند می رود. سهولت ها و امکاناتی که از طرف حکومت به ما داده شده این ما را قادر ساخت که بتانیم ما صادرات به بیرون از کشور هم داشته باشیم. پروژه بعدی ما تولید خط آهن است که انشالله تا چند ماه آینده افغانستان قادر به خود شد که خط ریل و یا خط آهن تولید بکنه. از نظر کیفیت و استقامت نیز آهن آلات کشور آماده رقابت با تولیدات دیگر کشورها است. به گفته انجینیران سیخ گل تولید شده در کشور از کیفیت بالاتر نسبت به تولیدات در سطح منطقه برخوردار است. در افغانستان نیک ما با همسایه‌های نزدیکی که ما داریم با اونا رقابت میکنیم که خوشبختانه در مقام اونا در بین اونا مقام اول گرفت افغانستان در بخش نبرد سیخ گل یا ذوب آهن. خوشبختانه در بخش تولید آهن آلات به خودکفایی رسیده و با تولیدات استاندارد تا توانایی ازیر داره تا به خارج از کشور نیز صادرات داشته باشه، ولی مشکلاتی که در فراراهی سند قرار داره یکی از جمله مشکلات برق است و در کنار از این مشکلات مواد خام است. با این حال کارخانه‌داران بخش آهن از مردم می‌خواهند که برای حمایت از صنعتکاران از تولیدات داخلی استفاده کنند، نه تنها در بخش تولید آهن بلکه در همه بخش‌ها. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در سفر به جمهوری تاتارستان روسیه با شماری از بازرگانان ملی نفت و گاز دیدار و گفتگو کرده است. آقای عزیزی در این دیدار پیشنهاد ایجاد یک پالایشگاه معیاری را به بازرگانان داده است. قرار است سرپرست وزارت صنعت و تجارت در کنار شرکت در 15مین نشست اقتصادی روسیه با مقام‌های آن کشور برای گسترش روابط اقتصادی گفتگو خواهند کرد. این تصاویری از دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت با بازرگانان ملی نفت و گاز، دیداری که در حاشیه نشست اقتصادی روسیه با جهان اسلام صورت گرفته. در این دیدار نورالدین عزیزی پیشنهاد سرمایه گذاری برای ایجاد پالایشگاه معیاری را به بازرگانان داده و دو طرف در این مورد بحث و گفتگو کردند. اگر بازرگانان به این طرح پیشنهاد چراغ سبز نشان دهند، قرار است در مرحله نخست 120 میلیون دلار در این قسمت از جانب بازرگانان سرمایه گذاری شود. ضمن اشتراک در این گرد همایی در رابطه به تسهیل تجارت و رشد سرمایه گذاری بین دو کشور و جلب سرمایه گذاری در افغانستان با مقامات کشور روسیه و کشورهای دیگر و همچنان با شرکت‌های بزرگ دیدار و گفتگو نماید. روسیه یکی از شرکای مهم اقتصادی افغانستان است که سالانه به ارزش 100 میلیون دلار به کشور صادرات دارد. با این حال آگاهان اقتصادی حضور هیئت افغانستان در نشست‌های بین المللی را در راستای گسترش مناسبات اقتصادی با جهان با اهمیت می‌دانند. هر قدر که افغانستان در محراق توجه کشورای منطقه قرار بگیرد و هر قدر که نشست‌ها بیشتر شود و نماینده افغانستان در این نشست‌ها حضور پیدا بکنه، بدون شک یا میتونه تعاملات سیاسی ما را با دنیا و کشورهای همسایه و منطقه بیشتر بسازه و هم میتونه روابط استراتژیک اقتصادی ما را هم بیشتر از پیش بسازه. علی‌رغم تنش سیاسی کابل با غرب، روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و همسایه در حال گسترش است. به تازگی کشورهای ایران و هند قرارداد 10 ساله‌ای را برای توسعه و بهره برداری از بندر چابهار امضا کردند.
آگاهان اقتصادی به این باورند این قرارداد می تواند برای بازرگانان افغان فرصت تجارت با هند و دیگر کشورها را از طریق این بندر فراهم کند. بندر عباس و بندر چابهار به ترانزیت و ترانسپورت افغانستان دارای اهمیت استراتژیک است و با در نظر داشت مزیت هایی که در خاک ایران موقعیت داره به اقتصاد و تجارت افغانستان گسترش در بود روابط و امورات بانکداری و مراودات بانکداری بین دو کشور در شرایط کنونی یک نیاز مبرم پنداشته میشه. از سوی دیگر معاون بانک مرکزی ایران اعلام کرده که قرار است در تجارت با افغانستان ریال بیرون مرزی جایگزین دلار شود. محسن کریمی گفته این برنامه با عراق و روسیه نتیجه داده و رایزنی ها برای اجرای آن با افغانستان نیز در حال پیگیری است. پنجمین کنگره بین المللی امام رضا علیه السلام با حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به کارش پایان داد. این کنگره با شعار عدالت برای همه، ظلم برای هیچ کس، با حضور دانشمندان و شخصیت‌های بین المللی برای دو روز در حرم مطهر رضوی برگزار گردید. رئیس جمهور ایران در مراسم اختتامیه این کنگره با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل در غزه گفت نظام حاکم بر دنیا عادلانه نیست و جهانیان خواهان حاکمیت نظام عادلانه هستند. مراسم پایانی پنجمین همایش بین المللی امام رضا علیه السلام با حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران. عنوان این همایش عدالت برای همه، ظلم برای هیچ کس است. صحبت و بحث این کنگره هم بر محور عدالت می‌چرخد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در این مراسم گفت جهانیان به واسطه جنایات رژیم صهیونیستی دیگر نظام حاکم بر دنیا را عادلانه نمی‌دانند و بر این باورند که این نظام باید متحول و تبدیل به نظام عدالت‌خواهانه جهانی شود. شرکت کنندگان نیز با اشاره به ادامه وحشیگری های رژیم اسرائیل در غزه تاکید کردند که نظام حاکم بر دنیا پاسخگوی انتظار جهانیان نیست. به باور آنان نظم جدید جهانی باید مبتنی بر عدالت واقعی باشد که جهانیان دیگر شاهد فاجعه انسانی مانند غزه نباشند. نظم جدید جهانی مبتنی بر عدالت واقعی باشه که دیگه شاهد ارزم بزرگ شما که فجایعی مثل فاجعه غزه نباشیم که در برابر دیدگان جهان این کودک کشی ها، این انسان کشی ها رو داریم میبینیم. حرکت علمی، فرهنگی و تحقیقاتی در زمینه شناختن و شناساندن ائمه معصوم به ویژه امام رضا علیه السلام به جهانیان از جمله اهداف این همایش است. میشه از مکتب رضوی استفاده رو کرد که هیچ مفهومی از نظر حکمت و فلسفه و شریعت و همه ادیان و مذاهب عام‌تر از مفهوم عدالت نیست. گفتنی است که این کنگره با حضور شخصیت‌هایی از آمریکای لاتین، غرب آسیا، آفریقا و اروپا برگزار شده بود. در این همایش از حاضران خواسته شد که مباحث و تحقیقات پژوهشیشان را در عمل اجرا کنند تا بر زندگی مردم اثرگذار باشد. برای ساده سازی فرایندهای خدماتی ادارات دولتی قراردادهای میان چندین وزارت خانه با اداره امور امضا شد. مقام‌های حکومتی تاکید کردند که برای تسریع کارهای مردم، مبارزه با فساد و نابودی کاغذپرانی‌ها، مراحل پیچیده یا غیر ضروری را از فرایندهای کاری ادارات دولتی حذف می‌کنند. تا کنون این برنامه در 9 ادارات دولتی اجرا و 10 پروسه ساده سازی شده است. سرگردانی مردم برای طی مراحل کارهای اداری در ادارات دولتی
روندی که با روی کار آمدن حکومت سرپرست نیز همچنان پا بر جاست. هرچند در نزدیک به 3 سال گذشته کارهای برای رفع این چالش انجام شده، ولی مراجع کنندگان اکثرا از بوروکراسی یا کاغذ پرانی نفسگیر و نظام کهنه اداری شکایت دارند. مقام های حکومتی نیز به این معضل اذعان دارند و خواستار تسریع اجرای برنامه ها برای رفع این چالش هستند. وقتی که به ادارات مراجعه می کند، اینقدر طی مراحل برای از او ضرورت است که مجبور است و بیچاره هفته ها در اینجا در هتل ها و جاهای دیگر سرگردان بگردد. از این خاطر باید این کاغذ پرانی ها از ادارات حکومتی باید مکمل قل و قمع شود، از بین برود، در اجرای اسناد باید نهایت ساده سازی به وجود بیاید. از همین رو اینجا در کابل اداره امور با چند وزارت توافقنامه ساده سازی فرآیندهای کاری را امضا کرد. دومین گام حکومت برای حذف مراحل پیچیده و غیر ضروری از پروسه های کاری ادارات دولتی. این فرایند تا کنون در 9 اداره اجرایی شده و از 10 پروسه کارهای غیر ضروری و زمانبر حذف گردیده. تخمینی انداز بنده 4500 زیاد پروسه اگر ساده سی ویدی. او داد خوخی خبره سی دی وزارتونو سره او دی امارتی ادارو سره او دی سربراهانو سره دغه یو فکر ده. مقام های وزارت های معارف، صحت عامه، زراعت، شهرداری کابل و شرکت برشنا در این مراسم متحد شدند فرایند ساده سازی را اجرا کنند تا از سرگردانی مردم جلوگیری شود. نو ده خدای په لحاظ راسی په اتفاق سره ټول کارونه ساده کو، د خپل نشستو برخاستون باید ساده کو، د خلکو سره ملاقاتونو باید ساده کو. په ځینو برخو کې د واضح تګلارو او ستراتیژیو نشتون د اداري چارو ساده کولو د اعزمن پرمختګ مخه نیسي. بر اساس گزارش ها در برخ موارد برای اجرای کردن یک روند عادی اداری مراجع کننده مجبور شده ده ها مرحله اداری را طی مراحل کند. برخی نیز در این مراسم تأکید کردند باید رفتارها در ادارات دولتی با مردم و مراجع کننده ها اصلاح شود. این شرط انصاف نیست که کسی بر سر اریکه قدرت برسد با ملت نرمی نکند، و خصوصا کسایی که ادعای شریعت دارند، کسایی که بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله را برافراشتند. مقام های حکومتی همچنان تاکید کردند برای ساده سازی و خدمات سریع برای مردم در تلاشن پروسه اداری الکترونیک را در تمام ادارات دولتی اجرایی کنند. با آنکه الکترونیک سازی در برخی ادارات دولتی انجام شده، ولی بخش محدود از کارهای اداری از این طریق اجرا می شود. با این همه مردم خواستار تسریع در اجرای کارهای اداری در نهادهای دولتی اند و از هر اقدام مؤثر در این زمینه قویاً حمایت میکنند. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی در سفری به ولایت غزنی بر حل مشکلات نهادهای تحصیلی در این ولایت تاکید کرد و همچنین وعده داد که دانشکده طب معالجوی در دانشگاه غزنی فعال خواهد شد. مسئولان محلی غزنی نیز مشکلات عمده نهادهای تحصیلی را با سرپرست وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشتند. سفر سرپرست تحصیلات عالی بر شهر غزنی به هدف بررسی مشکلات نهادهای تحصیلی و شرکت در محفل جشن فراغت دانشجویان دانشگاه تکنیکی این ولایت. ندا محمد ندیم نخست به دانشگاه غزنی رفت و چالش ها در این نهاد تحصیلی را بررسی و به خواست ها و پیشنهادات مسئولان محلی گوش داد. سړکونه نیمکاره بلاکونه څېړنیز بلاک او د غونډو تالار او کتابتون مو رغنیز غوښتنې دي. د دې سړکونو په باره باندې او د دې دارالمعلمینو د دغه په باره باندې د رنګې په باره باندې یا د تعامخانې په باره باندې یا د طب پوهنځي په باره باندې شکارې نیمګړۍ پاته ده، و دې ته خاصه توجه کوي.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی وعده داد که به این خواسته ها توجه و در حل مشکلات تلاش خواهد شد. وی همچنین افزود که دانشکده طب معالجوی دانشگاه فعال می شود. انشالله حق دا اولیت بستایز پانتون دور که او داغه مدر سروادات. مجد سو عمر مخی یو حیات راولی ریده تی پوانزه متعلق راپور راولی. راپور مثبت راولی شدلت دا تی پوانزه ضرور دا پای غزنی که. ولی سونه ایم زیادتیه، ارتیام لیره دا. بیا مو آقا راپور ترتیب کردی. مشرتابه محترم تا بایلی رو. چ په کولاده تاسو ته د سیم پونځي منزور سي تشکیل هم منزور سي اغه نور امکانات چې ورته ضرورت دی اغه منزور سي. هسوی هم شماره از دانشجویان دانشگاه غزنی خواستار فراهم شدن زمینه تحصیل برای عموم شدند. آنان از حکومت خواستند که پس از فراغت زمینه کار برای جوانان تحصیل کرده فراهم کنند. از دولت امارات اسلامی می خواهیم که باید زمینه کاری را برای جوانان و برای فارغین از هر پانتون افغانستان که فارغ شده باید زمینه کاری ایجاد شد. من تقاضای من از وزیر تحصیلات عالی افغانستانی است که تحصیل برای خواهرای ما، تحصیل برای دختران و خانم ها باز کنه و اجازه تحصیل به آنها بدهد، چون تعلیم که از زن و مرد مسلمان فرض است و اینمی خواهش ما از سرپرست وزارت تحصیلات عالی. همچنین با شرکت در مراسم جشن فراغت دانشجویان دانشگاه تکنیکی از دانشجویان خواست که بعد از اتمام تحصیلات عالی تا مقاطع بالا به ترقی کشور سهم بگیرند. همزمان با هفته کتاب، نمایشگاه کتاب و قرآن کریم در شهر مزار شریف برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 30,000 عنوان کتاب در بخش‌های مختلف به نمایش گذاشته شده که هدف از برگزاری آن ترویج فرهنگ مطالعه در بین جوانان گفته شده. عزیز الله وحدت گزارش می‌دهد. برپای نمایشگاه کتاب و قرآن کریم اینجا در شهر مزار شریف، این نمایشگاه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ و شماری از کتاب فروشان این ولایت برگزار شده و در آن بیش از 30,000 عنوان کتاب در بخش‌های مختلف به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاه به خاطر حمایت از کتاب فروشان، به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه، به خاطر تنویر اذهان عامه، به خاطر رشد فکری جوانان برگزار شده و ما در آینده ها نیز چنین نمایشگاه را برگزار می‌کنیم و به خاطر حمایت کتاب فروشان و ناشران هستیم. فروشات ما الحمدلله خوب است. نسبت به سالهای قبل یک یاد بخش های است که فروشش کم رنگ است، مثلا بخش تاریخ، ژورنالیسم، بخش حقوق، دیگه بخش اقتصاد، اما تنها کتاب های درسی را میبرند دیگه. این نمایشگاه در حال برگزار شده که گراف مطالعه در کشور به پایین ترین حد تا یک دهه گذشته رسیده. بازدید کنندگان با استقبال از برگزاری نمایشگاه میگویند برای ترویج فرهنگ مطالعه باید نمایشگاه‌های بیشتری برگزار شود و قیمت کتاب در بازارها کاهش یابد. این نمایشگاه‌ها به ما یک تکانه ایجاد می‌کنه و به یاد ما می‌اندازه که یک ارزشی در جامعه به نام کتاب هم هست و جوان‌ها مراجعه می‌کنند و کتاب‌های دلخواهشون را می‌خرند. قیمت های کتاب بلند می باشه، فعلا هم که وضعیت اقتصادی خوب نیست و همچنان مکاتب بسته است. باید دانش آموزایی که به خانه هستن باید بتانند قیمت های کتاب پایین بیان تا بتانند در خانه تحصیلات خود ادامه بتن. استفاده بیش از حد جوانان از فضای مجازی یکی از دلایلی است که باعث شده گراف مطالعه در کشور کاهش یابد. معضلی که اینجا در شهر مزار شریف نیز بر فرهنگ مطالعه و کتابخوانی سایه افکنده. اگر ما مثلا در رسانه های اجتماعی مصروف هستیم یک ضایع وقت است و ضایع وقت یک چیزی است که انسان خداوند برای انسان این وقت تحفه داده و یک چیزی است که با اهمیت است. از این چیزی با اهمیت ما باید درست استفاده کنیم. در دومین روز از برگزاری نمایشگاه حضور بازدیدکنندگان نسبتاً خوب بود. این نمایشگاه تا 5 روز یعنی تا آخر ماه سر برای بازدیدکنندگان باز می باشد. عزیز الله وحدت، تلویزیون تمدن، شهر مزار شریف. شماری از نهادهای کمک رسان در ولایت بامیان برای حدود 200 خانواده نیازمند و خانواده هایی که از ناحیه سیلاب ها متضرر شده بودند بسته های کمکی توزیع کرد. این بسته های کمکی شامل پول نقد، مواد غذایی، بسته های صحی و البسه می باشد. توزیع کمک های بشری به شمار از خانواده های متضرر از سیلاب های اخیر در ولایت بامیان.
دست کم 100 خانواده از نقاط مختلف این ولایت پس از بررسی از سوی چندین نهاد امدادرسان بسته های کمکی دریافت کردند، شامل پول نقد، بسته های صحی و کمک های غذایی و البسه. در حدود 100 خانواده در سطح ولایت بامیان در ولسوالی های مختلف از سیلاب‌های اخیر متضرر شده بود که اونها واجد شرایط کمک توسط موسسات شناخته شد. تشکر بازم از همه کی موسسات که برای ما اینمی که به اینمی وقتا بخواست کرد در ولایت بامیان. سرازیر شدن سیلاب‌ها در چند هفته گذشته بسیار از ولایات را متاثر ساخته. اینجا در بامیان نیز باشندگان این ولایت می‌گویند سیلاب‌های اخیر علاوه بر منازل مسکونی، زمین‌های زراعتی و کانال‌های آبیاری را نیز تخریب کرده. دو تا تبیله داشتیم با کلان تخریب شد، سیل آمد برد. دیگه مردم های ما هم خیلی دیگه از لحاظ سیل با کلان زمین‌هایش را تخریب کرده، جای‌ها با کلان پر شده. از ما از بلخواهی ما نیمه زوری ما نبکشه بسیار از چهار خونه پنج خونه تو مکمل که مال و اصفا و که زر فرش مکمل زیر خاک شده واقع. همزمان با این ریاست شهدا و معلولین بامیان با همکاری یک مؤسسه خیریه برای 95 تن از افراد معلول و خانواده های بی سرپرست پتو و مواد سوختی توزیع کرد. در بامیان وضعیت اقتصادی شهدا و معلولین و مخصوصا ایتام و خانواده های بی سرپرست واقعا اسفبار است. ټول مستعد زخم دغه یو پیشنهاد ده چې دغه ولایت ډیر کمزوری ده، باید چې دغه شهدا معلولینو سره او دغه خلکو سره مرسته وسی، دا نور بل یو شی هم نه لري. با این همه فعالین اجتماعی در بامیان میگویند شمار خانواده هایی که از ناحیه سیلاب متضرر شده بیشتر از رقمی است که امروز در اینجا به آنان کمک صورت گرفت. و حالا هم پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل نمبری و احتمال بارندگی 25-12، بامیان نمبری و احتمال بارندگی 18-7، جلال‌آباد نمبری 38-33، غزنی نمبری 24-10، قندهار نمبری 37-21، قندوز نمبری 32-20، لشکرگاه نمبری 38-22، مزار شریف نمبری 30-22، نیلی نمبری 23-11، هرات نمبری 32-18. اسلام آباد نمبری 40-25، تهران آفتابی 28-17، دبی آفتابی 39-29، دهلی آفتابی 44-30، مکه آفتابی 39-24. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. تلاش نهادهای امدادرسان برای رسیدگی به سیل زدگان ولایت بغلان در کنار ارسال کمک‌های بشری، تیم‌های صحی نیز در مناطق سیل زده مستقر شدند. اول سلیروی ساتونه په منطقه کې صحی ټیمونه ټول مکمل موجود دي، تر اوسه پورې فعال دي، اته کار کوي او خلکو ته مکمل رسیدگی کوي. خودکفایی افغانستان در بخش تولید آهنالات قرار است در روزهای پیش رو 150 هزار تن سیخ گل به ترکمنستان صادر شود. قرار است که 150 هزار تن سیخ گل در روزهای نزدیک ما به ترکمنستان صادر. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت بخیر.